برپایه پایه گزارش های رسیده از نتایج اولیه شمارش آرای دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه حزب حاکم این کشور نتوانست اکثریت مطلق کرسی ها را کسب کند در پی این رخداد سیاسی اولیویا گروگوار سخنگوی دولت فرانسه به رسانه ها گفته که دولت سعی می کند نظر احزاب دیگر را جلب نماید قابل ذکر است بر پایگ این نتایج اولیه حزب حاکم منتصب به امانوئل مکرون رئیس جمهور اکثریت نسبی را به دست آورده اما اکثریت مطلق را در پارلمان از دست داد و برای پیشبرد برنامه و طرحهای خود باید با احزاب و اعتلاف های دیگر به همگرایی برسد پس از اعتلاف حزب حاکم به ترتیب اعتلاف چپها به رهبری جان لوک ملانشون و اعتلاف راست افراتی به رهبری خانم مارلین لوپن و لیست راست میانه جمهوری خواهان حائز بیشترین کرسی ها شدن. نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس ملی فرانسه تا عصر امروز دوشنبه جمعبندی و منتشر می شود اما معمولاً به نسبت جنبندی نهایی نتایج اولیه ی تغییرات محسوسی پیدا نمی کند.